رژیم ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. جان برد وزیر خارجه کانادا طی بیانیه گفت توقیف محموله تسلیحاتی رژیم ایران به مقصد غزه نشان دهنده حمایت آشکار این رژیم از گروه‌های تروریستی است. وی افزود دولت جدید رژیم ایران هنوز به حمایت مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه کانادا گفت این مسئله یادآور مهمی است که رژیم ایران از چندین جبهه منطقه را تهدید می‌کند و این خطر در دوران روحانی کاهش نیافته است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت خشونتی که در بحرین می‌بینیم مستقیماً توسط رژیم ایران حمایت می‌شود. وی تأکید کرد رژیم ایران گروه‌های نیابتی خود را برای دامن زدن به خشونت‌ها آموزش می‌دهد. این گروه‌ها در ارتباط مستقیم با نیروی قدس واحد ویژه سپاه پاسداران هستند. دولت آرژانتین در نظر دارد تفاهم نامه با رژیم ایران را برای تحقیق درباره حادثه بمبگذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس لغو کند. کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین گفت به عنوان رئیس جمهوری من متعهد می شوم که به این توافق پایان دهم. خاطر حقیقت و عدالت نباید فقط یک شعار باشد. محاکم قضایی آرژانتین رژیم آخوندی را مسئول حمله مذکور می دانند که به کشته شدن 85 نفر منتهی شد. بر اساس گفته های دیوید آلبرایت کارشناس هسته‌ای آمریکا پاسخ به ابهامات در مورد ماهیت سایت پارچین یکی از درخواست های اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غرب از رژیم ایران است. وی گفت در اوایل سال 2012 میلادی از رژیم ایران خواسته شد که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از سایت پارچین را بدهد، اما رژیم ایران این درخواست را رد کرد و در این حال اقدام به بازسازی سایت پارچین کرده. از نظر آژانس این ساخت و سازها فعالیت‌هایی برای استتار بود تا فعالیت‌های مربوط به تولید سلاح هسته‌ای را بپوشانند.